چی شده که الان خامنه اینطور دست به دامن روحانیون شده و بحث که دولت اسلامی نداشتیم و این مطلبی که در بشه شرکن در کیهان چاپ شده چی شده که اینطور دست به دامن روحانیون شده؟ اول اصلی ترین دلیل خب انتخابات در راه این نمایش انتخابات رژیم آخوندی، ولی فقیه ارتجا چند اصطلاح اولویت برای این انتخابات داره. یکی از اونها خب طبعا عقب روندن جناهای رقیب هست و مثل همه انتخابات دیگر در همه سالها بلخص امسال در حالی که در تحریم‌های بین المللی مواجه است، در حالی که نفرت عمومی در جامعه اینقدر شدید هست علیه رژیم آخوندی و انزوای بین المللی شما ببینیم، یکی دیگر عددی که همیشه دنبال میکنه امسال خیلی برایش اهمیت بیشتری پیدا کرده و اون هم چیزی است که در گیومه عرض میکنم مشارکت مردمی، به خیال اون ترمی که آخوندها استفاده میکنن، اون لغتی که آخوندها استفاده میکنن، که حتی بیشتر پای صندوقهای رای بکشونه به خیال خودش و این نمایش رو ورشکستگی اون رو پنهان بکنه، کسادی اون رو پنهان بکنه و اینطور وانمود کنه. مثل همیشه امسال به این بیش از هر سال دیگه نیازمنده که نه این انتخاباتی گویا در رژیم برگزار میشه و گویا مردمی هستن که میرن پای صندوق رای و در ابعاد اون ضریب هایی که خودشون میزنن، یک ضریب ثابت 5-6 برابر بله میزنن، در اون ابعاد مخاطبی که بله پای صندوق های رای افراد حضور پیدا میکنند و این نظام هنوز هم پایگاهی گویا داره. بنابراین این تبلیغاتی که میکنن از بوخای تبلیغاتی رژیم، از آخوندهای وابسته به رژیم، از خود ولی فقیه ارتجا که به صحنه میاد و این ترجیبن به همه حرفاش هر بار که به صحنه میاد اینه که باید انتخابات با مشارکت بیشتر بسیار برگزار بشه، این همه نیاز شدید ولی فقیه ارتجا هست در این انزوایی که وجود داره که بتونه دست طرف مقابله هاش رو هم حتی برای پیشبرد و ادامه این خط شکست خوری مماشات پر بکنه، مثلا با جمعیتی که با این نمایشات مثلا میخواد نمایش بده که به صحنه کشونه. برای جمعیت البته روشن خوشبند داشتن که نیاز داشته نمایش جمعیت بده و چیز جدیدی نیست، شیباش هم بلده که چجوری سرهمبندی کنه عدد ارقام رو تو این سیفا. اما چی شده که دست به دامن روحانیون شده؟ این جریان که خب سابقه خیلی طولانی داره، اجازه بدید خیلی کوتاه فقط روی این اشاره بکنیم. ببینید یکی از چیزایی که خامنه ای مد نظرش هست در انتخابات این هست که اجازه نده هیچ کدوم از باندهای رقیب، هیچ کدوم از باندهای رقیب کوچکترین جای پایی در مجلس آتی پیدا بکنند. از اونجایی که رژیم با بحران‌های مختلفی مواجه است، داشتن هر گونه رد پایی توسط باندهای رقیب برای خامنه یک علامت از یک تهدید در واقع هولناک هست، چرا که میترسه در مواجهه با هر کدوم از این بحران ها و این بحران ها در پروسه رشد خودشون در سال آینده به جایی برسند که ممکنه در شروع باند رقیب یک جاپای کوچکی داشته باشه، اما با افزایش و افزایش این بحران ها با هر چه وخیم تر شدن اوضاع، مثلا یک قدم در نظر بگیرید، یک قدم مثلا سرنگونی بشار اسد که این یک شکست خورد کننده برای ولی فقیه ارتجا هست، این خب میتونه در چنین مجلسی دست باز رو به رقبای ولی فقیه بده، اگر چنانچه جاپایی داشته باشن که خلاف خطی که اون میخواد پیش ببره در مجلس عمل کنن. بنابراین برای خامنه ای اولویتی یکی اینه که این جاپایی نظر پیدا بکنن. حالا چرا دست به دامن روانه میشه؟ به خاطر این که در درون خود نظام آخوندی طبعا اینها وزنه هایی هستن که میتونه ازشون استفاده کنه علیه بستن مسدود کردن و از دور خارج کردن باند رقیب، مشخصا در اینجا باند احمدی نژاد که تلاش میکنه در اون مجلس جاپایی پیدا بکنه و این هم این رشته خیلی سر دراز در این سابقه طولانی داره. اگر یادتون باشه در قیام سال 88 حتی بعد از اون باز هم خامنه‌ای مرتب به قم سفر میکرد و وقتی از پرسیدن از یکی از رسانه رسید که چرا داره این کار میکنه، گفتن که خامنه‌ای هنوز داره مدیریت فتنه رو میکنه و درسته که در واقع اون قیام میگفتن که ما خاموش کردیم، ولی میگفتن هنوز مدیریتش ادامه داره و تلاش کرد با ارعاب با تطمیع که این مراجع رو بکشونه پای حمایت از رژیم. اون موقع نتونست،
حتی اون موقع یادمون هست که حتی منتظری تو موازه گفت حاکم جائر به خامنه ای گفت و بعد از اون در سال 89 ده 15 سفر تا اونجا که آدمه کرد با اهداف مختلف همون موقع خود رژیم هم میگفت مثلا یک جایی یک لاریجانی رو فرستاده بودن گفتن این لاریجان حرفش این بوده که اجتهاد بگیره برای اجتهاد برای پسر خامنه ای مصطفی خامنه ای رسانه ایجا بودن که بودن اون هم حاضر نشدن و هیچ وقت نتونست بقید دو سه تا از اون مراجعی که همیشه پیوسته با رژیم بودن و با آوسته به رژیم دیگه نتونست در دایره اون مراجع قم چه در درون رژیم وضعی محسوب میشن برای خامنه حمایت جلب بکنه. حتی کار به اونجای رسید که این مؤتلفه این دبیر مؤتلفه این حبیبی رفته بود قم و بهش گفت شما چی گفتید به مراجعی که با این مراجع دیدار کنه؟ گفت ما گفتیم آها اصلا ما نمیخوایم از شما که بیاید نفری رو حمایت بکنید، شان شما بالاتر از اون که از نفر بیایید و این تاخت و تاسایی که علیه اصل ولایت فقیه میشه لاقل بگید اصل ولایت فقیه قبول دارید، این رو هم حاضر نشدن. و بنابراین الان تلاش خامنه ای که میگه بیایید و دست به دامن روحانی شده همین هست که از وضع اینها استفاده کنه برای عقب راندن باند رقیب در این انتخابات. بله سوال آخرم آقا شکری در مورد این موضوع دولت اسلامی و حکومت اسلامی، الان بخیر اینا بیشتر از 30 سال میگن ما حکومت اسلامی هستیم، چی شد الان دوباره بحث شده که اونطور که باید و شاید اسلامی نبودیم و چی کار چی مسئله میخوان کنن؟ این هم دوران خیلی جالبیه، جایی رسیده که تمام ادعاها و دعاوی و شعارهای رژیم آخونه یکی پس از دیگری داره از دستش بیرون کشیده میشه و بسا فراتر از دایره و مردم ایران داره در عرصه بین‌المللی و برای خلقهای منطقه اون دعاوی مستضعف فنایی کجا و این روز چیزی که خود خامنه‌ای هر بار به صحنه میاد میگه تهدید ما اشرافیته و اون دعاوی مستضعف فنایی کجا و اینکه در تلویزیون همین شفا داره نشون میده اختلاس ها رشوه ها و دزدی های چند هزار میلیاردی رو و الان در این زمینه هم اون دعاوی اسلام فناییش کجا تا اینجا. ببینید خود این چیزی که کیهان چاپ کرده سخنرانی است مربوط به 6 7 سال پیش از نسبایی از دی که اون موقع تیخکش خامنه ای بود در بین این آخوندها. بله. الان به خاطر وابستگیش با احمد نژاد یک مقداری بالاخره بین این جناها بالا پایین میشه و میره این ور اون ور، اما اون موقع تیخکش خامنه ای بود. این اون موقع گفته که آقا در نظام کسانی هستن افراد متدین اهل عبادت اهل تقوا، اما میگن که این نظام اسلامی نیست، نظام جور و ستم هست. در واقع چیزی که کیهان به نقض این آخوند چاپ کرد. بله. و میگن که همکاری با این نظام در هم خود در حکم همکاری با بنی امیه هست. و اینکه این نظام هم این نظام هم مثل تشکیلات بنی امیه است. اگر کسی حتی یک دوات هم برایشان فراهم سازد مرتکب گناه بزرگی شده. کی میگه کسانی که متدینن اهل عبادتن و اینا. و بنابراین ببینید الان این در بالای رژیم نیست که مثلا میگن ما رستخیز این نظام اسلامی نیست، این خب یک چیزیه، این در اون پایین در حوزه ها اصلا میگن که این رژیم در همین بین این کسایی که بهش دست دادنش آخونده و اون روحانیون و در حوزه آنچنان این رژیم پوشیده شده که اصلا خودشون میگن در حوزه چند خط هست، یه سری از در حوزه میگن که ما باید دنبال تجدد بریم و اصلا این چیز وجود نداره و نامه ها و موزه گیری های خوب. من فقط به یکیش اشاره کنم، همین محمد علی دستایی که خودش عضو خبرگانه رژیم هست در شیراز، دستایی در شیراز عضو خبرگان رژیم هست. ببینید این چند روز پیش چی میگفته، در انتخابات 88 معنی جمهوری برداشته شد و با این رفتارها اسلامی آن هم برداشته شد. چگونه میتونم گفت امور مملکت بر طبق شرع و قانون اساسی جریان دارد؟ این معنی بر این معنی به خوبی بر علما و مراجع تقلید روشن است. این دسته کسی بود که اگه همون موقع یادتون باشه با صانعی که مخالفت میکردن با ولی فقیه در قیام 88 که موج قیام بالا گرفته بود، اینا ریخته بودن و سایتشو بسته بودند و میگفت که اطلاعی میدن که سایت من رو من رو سایتم رو اندازی کردم. اینجا میگه که آیا بازداشت هایی که در وسط نیروهای خود صورت میگیرد موافق با شرع و قانون قانون جمهوری اسلامی است؟ آیا میتوان بدون محاکمه میتوان نسبت ارتداد یا محارب و یا جرم دیگری به شخص متهم داد؟ آیا اعتراف گیری در زندان با تعدید و ارعاق و بعضا با چشم بسته و اینکه انگشت سبابه را بر روی نوشته های آماده زدن و به سوی دادگاه فرستادن اسلامی است؟ ببینید پس یک همچین فضای پوسیدگی که رژیم آخوندی دچارش از مجبور بیاد به گوشش اعتراف بکنه.